بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. ادامه همون کلام امیر المؤمنین علیه السلام و اون خطبه ولا تحتکو استارکم اندم لا تخفا علیه اسرارکم. می فرماید در مقابل اون کسی که اسرار شما را می داند، زمائر شما را می داند، خبایا و ذات و صدور شما را می داند، در مقابل چنین کسی بیحیایی نکنید. این بیحیایی طبعا بیحیایی در مقام عمل خارجی فقط نیست، بلکه بیحیایی قلبی هم هست. در دل هم انسان اگر چنانچه کاری، فکری، خیالی، تصمیمی، عزمی داشته باشد که بی‌حیایی در مقابل ذات اقدس پروردگار محسوب بشود، این هم مشمول همین جمله است. لا تحتکو استارکم عندما لا تخفا علیه اسرارکم و اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. این جسم ها یک روزی از این دنیا بیرون خواهد رفت، معلومه دیگه. می‌فرماید که قبل از آنی که بدن های شما، جسم های شما از دنیا خارج بشه، دل هاتون از دنیا خارج کنید. اصل اینه، دل ها را از دنیا خارج کنید، دلبستگی به دنیا نداشته باشید. اونچه که معیار و ملاک در امر زهد ورزیدن است، عبارت است از دلبستگی نداشته. این اساس. بعضی ها بدنهاشون خارج شده، دلهاشون اینجاست. اینو بعضی از اهل معنا گفتن که بعضی از ارواح سرگردان رو دیدن که از دنیا خارج شدن، اما همینطور هنوز خیال میکنن تو این دنیا دنبال مال و منال و ملک و آب و زمین و اینهای خودشون دارن میچرخن. هنوز ملتفت نیست که رفته نشعه بعدی، دل هنوز اینجاست. صفحه 172.